درود فراوان به شما عزیزانم. با نظراتون، با تشویقاتون، با مهرتون، با انتقاداتون ما رو یاری میکنید. فکر نکنید بعد از 2 سال من خیلی راضیم، میگم همه چی پرفکت، نه. گاهی اوقات اشتباهات بزرگی میشه. یه وقتایی در سفرم بعضی اتفاقا میفته که واقعا ساعتها منو نگران میکنه، آزرده میکنه. بعضی از همکارانم بیدقتی میکنن علارغم همه مهرشون، تلاششون. گاهی بیدقتی هایی میشه، مثلا خبر، یکی از پردرد سرترین برنامه ها خبر و پرهزینه ترین برنامه. گاهی اوقات دوستانم به من میگن آقا چه لزومی داره، شما که از نظر خبری نمیتونید با بی بی سی یا با رادیو فردا یا شبکه های دیگه رقابت بکنید. ولی من میگم اون طعم خبر ما باید باشه. در پس خبر چه خبر هست، به خصوص که بعدش تفسیر خبر میاد. ولی قول میدم تمام تلاشمو داریم میکنیم اینا برطرف بشه. یکی دیگه، انتقادهای به جای شما درباره هب تأخیر افتادن موعد انتقال به ماهواره های دیگه است. ببینید تلویزیون ما یه وضع خاص داره. یه تلویزیون سیاسیه، در این حال تلویزیونی که به فرهنگ بسیار توجه داره، مترو معیارهای خاص خودشو داره، خط قرمزهای خاص خودشو داره، پلاس اند ماینس های خودشو داره. در نتیجه وقتی میریم صحبت میکنیم با یک کمپانی ساتلایت و قرار مداری میگذاریم، بعد اونا میشینن برنامه رو میبینن، بعد مثلا یکی یادم در یه مورد به ما گفت خطرناک. مواردی پیش میاد که ناچار به زمان بیشتری نیاز داره، ولی من قولی رو که به شما بدم حتما انجامش میدم. و همین سفر که الان که در امریکا هستم اومدم، تمام تلاشم برای این بود که مسئله امریکا رو روبرا کنم، که ما بتونیم یکی از ماهواره هایی باشیم که در امریکا و کانادا به راحتی دیده میشه. در این حال خب میدونید بینندگانی ما در استرالیا داریم که یا از اینترنت میبینن یا جی ال ویز، و به نظرم چقدر این دستگاه جی ال ویز دستگاه مناسبی است که میتونه همه کانال های فارسی زبان و غیر فارسی زبان رو به خانه های شما بیاره. بنابراین اگر خطایی داریم بعد از 2 سال، بله 2 سال شد، ایران فردا 2 ساله شد، خطا رو بر ما ببخشید. فکر نکنید متوجه نیستیم، تلاش میکنیم. اونایی هم که دوست دارن از هر خطایی پیراهن عثمان درست کنن، علم کنن و آقا دیدی چه کرد، دیدی چه گفت، این هم یه خورده جوانمردی داشته باشه. دیدم یکیشون نوریزاده در برنامه زنده حرفهای رکیکی زد. من اصلا همچه حرفهایی نزده میدم. قطع کردن یک کلمه، اووردن سر یک کلمه دیگه، شما این طرف چقدر وقت میذاره و این جز خباست ذاتی نمیخواد داشته باشه. پرویز وقتی از ایران اومد خرد و خمیر بود. 5 سال زندان، زجر و شکنجه و آسیب‌های جسمی و روحی فراوان. آمد اینجا و یادم هست یه چند هفته گذشت یه مجله جدول در میومد در ایران، این آخری ها. اومد و اسم نیمروز رو که با خط نستعلیق در ایران نوشته بودن آورد نشونم داد و شروع کرد. مدتی با هم در یک فضای مشترک بودیم، بعدم که با هم کار میکردیم. نازنین رفیقی بود که فقدانش برای من بسیار تلخ. و حالا برگردم دلم میخواد یه برنامه خاص از پرویز اصفهانی داشته باشه. اجازه بدید بریم و صحبت‌های شما رو بشنویم. من زیاد حرف زدم و چنین نشاید و نباید. گوش میدیم به اولین هموطنم. با درود به شما نوری نازمی، من از ایران تماس میگیرم. گرامی، در مورد 2 تا مسئله میخواستم نظر دقیق شما رو بدونم. یکی این که خبرگزاری های رژیم تحلیلشون اینه که یه سری کودتاها داره در عربستان میشه به خاطر این تغییر و تغییر تحولاتی که اخیراً
پادشاه جدید رو انداخته. میخواستم ببینم این واقعا این آقا صحت داره، واقعا کاسه زیادی میکنستم و کلن عربستان به چه سمتی میره و از لحاظ حقوق بشری شرایطش بهتر خواهد شد یا نه. سال دیگه هم در برای نامه آقای خامنه‌ایه که به جوانان اروپا نوشتن، فکر کنید بازخورد اصلا کسی شنیده تو اروپا یا ایشون فقط برای همین مجبوریای داخل فقط برای شیر کردنش تو فضای فیسبوک پخشش کردن اینو. سپاس از شما و برنامه زیباتون. ممنونم هموطن عزیزم. اولا درباره عربستان به نظر من تنها سرزمینی که در اون کودتا امکان نداره عربستان سعودی است. برای اینکه عربستان سعودی علی‌رغم داشتن یک نظام پادشاهی متمرکز اما در این حال به صورت فدرال اداره میشه، به این معنا که هر ولایت یا استان فرمانداری داره که از امرا هستن و در اونجا دارای ارتش و گارد ملی در اون حوزه وجود داره و اصولا اندیشه کودتا در اونجا وجود نداره. ممکنه جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعات و بعضی از شیعیان در اندیشه شورش و غیره باشن، اما چون در اقلیت مطلق هستن به راحتی میشه از این شورش عبور کرد، بنابراین اونم امکان پذیر نیست مگر کل جمعیت مردم این کارو بکنن که اون کارم نمی کنن. چون در مقایسه با کشورهای دیگه هم وضع مالی بهتری دارن، هم امنیت و آسودگی دارن و هم تغییراتی که در زمان پادشاهی ملک عبدالله در عربستان شد فوق‌العاده بود، چشمگیر بود. دانشگاه مختلط پسران و دختران یه چیزی که در عربستان اصلا قابل قبول نبود، یا شرکت زنان در انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی و عضویتشون در اون یا در شورای مشورتی. اینه که به نظر من چنین تصوراتی فقط ساخت و پرداخته مسئولان جمهوری اسلامی و نویسندگانشونه که هنوز فرق گارد سلطنتی و گارد ملی رو در عربستان نمیدونن و تغییر رئیس گارد سلطنتی رو گذاشتن به حساب تغییر امیر مطعب وزیر گارد ملی که همچنان سر جاش. در مورد حقوق بشر باز عربستان سعودی برخلاف جمهوری اسلامی که ادعا میکنه ما بله ما دموکراسی مردم سالاری، از این ادعاها نکرد. قانون ما میگه شریعت قرآن قانون اساسی ما و به دنبال تطبیق اونم است. اما در عمل وقتی وزیر دادگستری میذارن، وقتی کمیسیون حقوق بشر دارن، طبیعتا خودشون در صدد اصلاح هستن و این اصلاحات در زمان ملک عبدالله خیلی صورت گرفت. امیر سلمان هم که حالا پادشاه شده تربیت یافته همون مکتبه و در کنار امیر عبدالله سالیان دراز بوده در کنار ملک عبدالله و فکر میکنم همین روال ادامه داره. ضمن این که جوانگرایی عجیبی تو کابینه شده، وزیر 32 ساله دارن، وزیر 30 ساله دارن و اینا خیلی جوانگرایی مطلقه. در مورد سوال دومتون، دختر خانمی آلمانی به آقای خامنه‌ای پاسخ داده. پاسخ این دختر خانم هم در اینترنت و در همه جا هست. گمان میکنم همون پاسخ کفایت بکنه. شما فهم میکنیم پسران دختران عالم حتی اون انقلابیاشون دیگه اصلا حوصله شنیدن حرفای آقای خامنه‌ای رو دارن. حرفایی که دیگه کهنه شده، تاریخ مصرفش گذشته. فکر میکنید مثلا کره شمالی انقلابی رهبر چقدر در جهان ارزش داره؟ کاسرو رو میبینیم به چه روزی افتاده. راول برادرش همش میخواد از اون شعارا فاصله بگیره و کشورش رو به یه نقطه‌ای برسونه که یه زندگی عادی مردم داشته باشه. این نوع شعارها و این نوع حرفا خریدارانی داره از جمله آدمهای از جامعه بریده توی سوراخی نشینه، دائما زهر رو به دست کوکنار و مشتقاتش سپردن، از این تیپ آدم ها هستن در گوش و کنار جهان. اما نسل جوان جهان نسلیست که میخواهد زندگی کنه، با سینه زنی و زنجیر زنی و تهدید مرگ بر آمریکا از این حرفا اصلا تمایلی نداره، حتی اگر رادیکال باشه و انقلاب. ممنونم هموطن بعدی. جناب آقای نوری زاده سلام عرض می کنم.
امیدوارم که همیشه شاد و خرم خودت و خانواده‌ات و کلیه همکارتون باشین. من از استان فارس شیراز یکی از شهره استان فارس با شما تماس میگیرم. همشهری خانم افسر شهیدی هستم. دیگه خودتون میدونید کجاست. میخوام بگم برنامه‌هاتون خیلی عالیه. خیلی تشکر میکنم از همگی شما. ما داخل ایران هنوز خیلی زیره که بدونیم چه مرسد همون آمده. متاسفم برای ما ملت که خیلی همه هم باز پای صندوقهای رای تقلبی اینا و رایزی میکنن. به خدا آقای نور زده. من خودم با خانوادم شناسنامه همون پاکه. یعنی مور اینا نخورده زوش. نه مور جمهورشون بلا مور نماینده شون. میخوام بگم دیگه کاری بکنین شما یه گزارشی بگین یه چیزی بگین که مردم نران پای صندوقهای رای اینا. نران رای بدن. خب هر کی میاد یکیش هر یکیش بدتره. حالا خوب شده که میان یه چند تا زن میارن میگن اینا مجاهدیه. حالا هم میگن ما مسئول رجبی به همون تجاوز کرده و اگه نبذاشتیم ما رو اعدام میکرد میکشت. خب مسئول رجبی هم از اینا بدتره. اگه اونا آمده بودن سر کار به خدا قسم از اینا بدتر میکردن. یکیشون از یکیشون بدتره. با تشکر از شما آقای نوری‌زاده و کلیه هم قرارتون. سپاسگزارم از هموطنم در یکی از شهرهای فارس. دو سه نوبتی دیگر نیز محبت کرده بودند و با لطف خاص خودشون ما رو نواخته بودند. ممنونم هموطن عزیزم. یه نکته رو من براتون بگم. نسل من، نسل قبل از من و یه نسل بعد از من زیر سایه سنگین باورهای گاه ایدئولوژی، گاه مذهبی و گاه ملی افتادیم به این چاله‌ای که امروز گرفتارشون است. همین چند روز اخیر دیدم یک دیالوگی بین یه پدر و دختر رو اینجا آنجا در اینترنت پخش کرده بودن که دختر از پدر میپرسید چرا انقلاب کردی؟ همیشه این سوال هست واقعا چرا؟ جامعه ما چه دردی داشت؟ آزادی کم بود؟ خب به مرور به دست می اومد. حالا که نیست، حالا که نیست دهانت را می بوین مبادا گفته باشی دوستت دارم. خیلی عجیبه برای یک رویای کاذبه آدم بیا تمام آن چرا واقعیت داره ملموس آزاد داره تو خیابون را میره، آزاد سفر میکنه. 3,200 تومان پرواز تا لندن رفت و برگشت، 4,000 تومان 4,500 تومان تور میذاشتن عید نوروز، 4 روز لندن، 3 روز پاریس، 2 روز روم. و حالا به اینجا رسیدیم. مقصر خودمون بودیم. هزینه‌ش هم دادیم تا مقدار زیادی. امیدوارم بیش از این هزینه ندیم. هموطن بعدی. آقای دکتر نوری‌زاده سلام عرض کردم. یک موضوعی مبهمه برای بنده و عده زیادی. همون اینه که این جناب آقای بختیار که شما ازش طرفداری میکنید و تعداد زیادش طرفداری میکنن، آیا نمیتونست در اون موقع وقتی این آقای امام کذاب در پاریس میگفتی که من حکومت عوض میکنم جلوی این سیل رو بگیره و بگذره خودفتاد سایر کارا رو میکردن مثل مصر جلوی این آفت رو میگرفتن، ولی آقای بختیار کوتاه آمد و اجازه داد آمد ایران و گفت ایشون میاد یک واتیکان دیگری تشکیل میده. آیا یعنی سیاست مداری بزرگی که شما ازش تعریف میکنید و سایرین نمیدونست که این عواقب چی هست؟ خواهش میکنم این روشن بفرمید ببینیم آیا میتونست که روی این جرسوم افتصاد بگیره و با کمک افسران ارتش یا خیر مثل مصر میتونست که روی این شورش رو بگیره و اینقدر بدبختی در مملکت ما ایجاد نکنه. ممنونم دوست عزیز. آن کس که جلوی حرکت افسران گرفت خود شاه فقید بود. من چند برنامه گذشته براتون گفتم کاری که خسرو داد و چند افسر دیگه میخواستن بکنن، نوعی کودتا، و شاه رو بذارن در کیش. شاه وقتی فهمید فقط بهشون گفت چون آدم های وفاداری هستید و هدف شویی نداشتید کاری با تون ندارم، وگرنه باید اعدامتون میکنم. در فرودگاه قره‌باغی رفت و از شاه پرسید اعلی حضرت اگر
کاری بود با شما کجا تماس بگیریم؟ گفتن نمیخواد با من تماس بگیریم، با آقای بختیار تماس بگیریم. و بعد ارتش به گونه بار آورده شده بود که اصلا جنرالاش جنرالای بزم بودن، اونا که جنرالای رزم بودن همه شهید شدن یا ناچار به ترک ایران شدن، مقادیرشون جنرالای بزم بودن. آخه ازهاری مثلا جنرالی بود که رئیس ستاد ارتش باشه؟ ممکن بود مثلا به عنوان یک کارشناس خوب بتونه طراحی کنه، ولی مرد عمل نبود. نخست وزیر مملکت بیا توی با لباس نظامی، جنرال چهار ستاره بیاد روزا تبت یاد و عبیله خانم گفت روی درخت ضبط صوت اونجاست که فردا صبحمون شعارا رو بدن، ضبط صوت که پا نداره. این ارتش، این فرماندهان، ولی ارتش ما بسیار ارتش فداکار منضبط و درجه یک بود، ولی نوعی تربیت شده بود اصلا مسئله کودتا مطرح نبود. مقابله با آقای خمینی رو هم شاه گفته بود خونریزی نکنید. بزرگ ارتشداران بود، نمیخواست آدم بکشه، نمیخواست قذافی و صدام بشه. اگه کشته بود امروز همه ما خمینی امامزاده بود و لعنت به شاه و خاندانش میفرستادی. و اون موج و اون فضا، فکر میکنید اگر کار به خون ریزی و اینا کشیده میشد به همین سادگی حل میشد؟ نه. در حتی در شهریور میشد با تدبیر کار رو حل کرد. حتی به اعتقاد من اگر داستان خمینی خوب میدونست چیکار داره میکنه، وابستگان چپی ها مجاهدین خوب برنامه‌شون رو بلد بودن، 17 شهریور تحمیل شد و اون داستان ها که ساختن، سینما رکس آبادان، همه برنامه ریزی شده بود. به همین سادگی قضیه رو نباید ببینیم. شاه باید میرفت. 1400 سال به قول کسروی حکومت بدهکار با آخونده بودیم، باید بدهیمون رو میدادیم. بعد داستان نفت، جنگ ایران و عراق، نفتی که رسید به $10، اینا همه رو از یادمون نبریم. ممنونم دوست عزیزم. بختیار خدمتگزار بزرگ این مملکت، ما بهش بخت ندادیم، نه اینکه اون نکرد. اون مگه قبل از اومدن خمینی نگفت؟ مگه نگفت دیکتاتوری نعلین 1000 بار بدتر از دیکتاتوری چکمه است؟ مگه نگفت تا آخرین لحظه تو سنگرم هستم؟ و نرفت. هموطن بعد، سلام عرض میکنم. عرضم به حضور شما، من در ارتباط با این اسلام ناب محمدی، من فرق بین این اسلامی که الان در ایران هست و ناب محمدی نمیبینم. یکیه، اگر مردم ایران یه مقدار توجه بکنم، گوش بدن و آقای بهرام مکیری برنامه‌شون، متوجه میشن که این اسلام در قدر تولدش چگونه با مردم رفتار کرده و همون رفتاری که اون موقع کردن همین الان دارن میکنن. در هر لوحه‌ای که نگاه بکنیم اینها همون اولیه‌شون هست، هیچ تغییر و تحول یا تکاملی پیدا نکرد. تا زمانی که مردم ایران این دارن، این اسلام رو با این بدبختی رو خواهیم کشید. نگاه کن به دوره برای خودمون، تمام این کشورهای عربی یک دونه‌شون دموکراسی ندارن، آزادی ندارن، انتخابات ندارن. به نظر من همین کافیه که مردم ایران اینا رو توجه کنن. خدا حافظ شما، شب بخیر. دوست من، همه اینا که شما گفتین چه ربطی به دین مردم داشت؟ دین یه باور شخصیه. وقتی دین اسباب و وسیله حق بازی و حکومت میشه، اینی میشه که داریم میبینیم. داعش میاد، حزب الله میاد، اصحاب اهل حق میاد، سردار قاسمی میاد. ایناست که ما داریم میبینیم. مگه ما قبلا دین نداشتیم؟ مگه جامعه ما جامعه دیندار نداشتیم؟ دیندار داشتیم، کسایی هم داشتیم که آزاده فکر میکردن و دیندار نبودن، بعضی حتی خدا رو قبول نداشت. ولی جامعه یک ضوابطی داشت، ضوابط اخلاقی داشت، ضوابط دینی داشت. این ربطی به این نداره که بگیم اسلام خوبه یا بده. جناب مشیری دوست عزیز من، خیلی هم بهش احترام میذارم، نقطه نظرهایی داره بیان میکنه. دلیل بر این نیست که بگیم چون
آقای مشیری چنین میاندیشه، بنابراین همه مردم ایران هم اینطور فکر میکنن. نه، اینطوری نیست. خود آقای مشیری بارها من شنیدم تأکید کرده که آقا اصلا قصد ما بی حرمتی به دین نیست، ما میخوایم دین رو از چنگ این حقبازا دراریم، برید دین جایگاه خودش رو داشته باشه، هر کس به آنچه اعتقاد داره با حرمت بنگره و بهش حرمت گذاشته بشه. در جامعه ما من خودم میشناسم افراد متدین بسیار پاکدامن و صادق که در عمرشون ظلمی به هیچ تنابندهی به قول معروف نمی کنن، مورچه رو نمی آزارن. و مردم بیدینی رو میشناسم اصلا خداشناس نیستن، انواع و اقسام فسخ و فجور و ظلم هم میکنن. نه اونو میتونیم بگیم معیار کلیه، نه این رو. این آخوندا بودن که پدر دین رو در آوردن. حالا جامعه بعدی ما فارغ از خرافات و از این بازی ها، مطمئن باشی جامعه خواهد بود که دیندار جایگاه خودشو داره، هر کسی اعتقادایی داره، اما کسی قرآن و کتاب صحیفه سجادی و به هر انوار دستش بگیره بگه من به استناد اینا حکومت میکنم، یقشون میگیرن میکشن پایین، میگن تو اصلا صلاحیت نداری. بگذاری دین یه چیز زیبای متعلق به عواطف و شخص آدم باشه. هموطن بعدی من، با درود. من اولین بار به تلویزیون ایران فردا زنگ میزنم، به طور کل به هر تلویزیون خارجی. من یه پیشنهادی برای تلویزیون فردا داشتم، برنامه خیلی خوبه، فقط اگه بشه از جوونا بیشتر استفاده کنیم خیلی بهتره، چون که همینطور که خود آقای نوریزاده میدونن اکثر جمعیت مردم ایران جوون ها هستن، مخصوصا برنامه طنز باید جوون ها اجرا کنن، مثل برنامه آنتن یا کامبیز حسینی یا تمام صورت. البته آقایی که صحبت میکنن در فیلم این سخن خیلی صدای خوبی دارن، ولی به نظر من اگه جوون ها رو بذارین خیلی بهتره، چون که جوون ها باید این چیزای درباره سیاست رو بدونن و طنز بهترین چیزیه که میتونه جوون ها رو به این راه بکشونه. خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ. مجزی برنامه فهمیم سخن اگه بدون شما اونو جوان قبول نداری ببین چی کار خواهد کرد. دوست ما جوانه جوانه. اولا من موافقم با تو، من از اول سیاست هم همین بود و دنبال این بودم که اینجا جایگاهی باشه، جوانای ما بیان استعداداشون رو بروز بدن، یاد بگیرن، هم کلاس باشه و هم صحنه عرضه اون قابلیت ها. خب مشکل ما اینه که این کار رو صبح داشتم به رامین میگفتم، این کارهای ما از جمله کارهایی است که هر چقدر مبارزت بکنیم، ما صدها روزنامه نگار در ایران داریم که 40 سال 50 سال روزنامه نگاری کردن، غیر همسایه و خانواده کسی اصلا اسمشون رو نمیشناسه، خیلی هم مطلب نوشتن برای اینکه اون آن رو نداشتن، در اینا با عشق کار نمیکردن. در همین تلویزیون ایران فردای ما همکارانی من دارم که عاشقانه کارشون رو دوست دارن، روز و شبشون دل مشغول اون کار. متاسفانه همکارانی هم هستن که فقط بیان و برن یه کاری انجام بدن آخر ما حقوقی بگیرن. این دو نوع نظر وجود داره. من جوانگرایی رو ضروری میدونم، اما جوانی که دلبسته این کار باشه. این کار محرومیت داره، مشکل داره، مشکل سیاسی داره، دوری از خانواده داره، عذاب خانواده داره. آدم وقتی عاشق باشه همه اینا رو قبول میکنه. داشتم باز برای رامی میگفتم، میگفتم اون زمان فکر کنم 5:30 صبح من خونه اومدم بیرون، میرفتم رادیو تلویزیون، از 6:30 تا 9:30 برنامه، بعد بکوب برو روزنامه اطلاعات، بعد جوری شد که دبیر سیاسی شدم، بعد اول صبح روزنامه اطلاعات هم بود. بله خلاصه عشق بود دیگه، عشق آدم موهاش سفید میشه، عمرش رو میگذاره. پرویز اصفهانیوار مظلوم از این جهان میره، ولی چه میشه که با شیر اندرون شد و با جان به در شد. هموطن بعدی، سلام. من فکر کنم
ایران اگر دیگه میشه، اولی که خیلی از افراد زیر فقرن، چیزی برای خوردن یعنی زندگی خوب ندارن، اونایی هم که دارن به طرف بدبختی میرن. اینا نمیتونن مثلا اجناس مبارزه منفی بکنن، جنس های چینی رو مثلا نخرن، یعنی اینکه دارن به اون سمت میرن. عربای مثالی دارن میگن اکسم لحی تکبیدک، یعنی خودت احترام به ریش خودت بذار. یعنی تا قبل از اینکه اینا به اینجا برسن خودشون خورده همکاری بکنن و چیزایی نخرن، یه چیزایی رو کمتر چیز. ولی متاسفانه میبینم همین زمان چشم اینا هست. اگه اینا اینطوری اتحاد نکنن نمیتونیم ایران درست بشه. مثل که همین درس نگرفتن. ببخشید. سپاسگزارم هموطن عزیزم، کاملا درست میگید. ولی همیشه یادتون باشه برای که یک حرکت شکل بگیره، جریان پیدا کنه و به نتیجه برسه نیاز به رهبری داره. حرکت های خودجوش به هرج و مرج میرسن، یا حرکت هایی که اون نظم و قاعده رو ندارن، دستور نداره، شعارهای آماده نداره، نتیجهش این میشه. نتیجهش این میشه که اخوان مسلمین تو مصر میان رو کار، آقای خمینی تو ایران میاد رو کار، ولی بعد که مردم میشینن میاندیشن میبینن چه خطایی کردن. حتی برای اینکه یک رای را آدم مثلا بایکوت کنه، جنس چینی یا جنس فلان نخره، این احتیاج به رهبری داره، شعارهای معین داره، هدایت جامعه داره، اینها باید فراهم بشه. سپاسگزارم. هموطن بعدی. سلام علیکم، حالتون خوبه؟ وقتتون بخیر. در مورد این برنامه قلم فرسایان دوست داشتم تصاویری که از درختان، تصاویر نویسندگان و شاعرایی که آویزون از درخت برنامه قلم فرسایان، دوست داشتم که اسامی اونا هم زیر اون تصاویر نوشته بشه که بهتر مردم اینا رو بشناسن. با تشکر از آقای نوریزاده. خیلی ممنون. سپاسگزارم هموطن من که به این موضوعی که اولین بار خود من وقتی برنامه دیدم توجهم جلب کرد بهش پرداختیم. قلم فرسایان یه دوران برزخ رو میگذرونه. گروه تهیه کنندش دارن برنامه ریزی میکنن برای سری جدید. اینم که من مکرر تکرار میکنم اینو، الان البته هفته یک بار، به خاطر این انقدر این برنامه محبوبه و اینقدر من از ایران به خصوص درباره این برنامه نظر دارم، واکنش دارم، که به نظرم رسید این برنامه رو قطع نکنم تا آماده شدن سری جدید. ولی قول بهتون میدم این برنامه در ابعاد گسترده تری که شامل همه مردان و زنان فرهنگ ایران زمین میشه خواهید دید. حتما در اینجا شاعر کرد یا آذربایجانی یا عرب ایرانی یا بلوچ یا ترکمن، او رو هم سراغش خواهیم رفت. ابعاد خیلی وسیع تر میشه، منتظر باشید. ممنونم از تذکرتون. هموطن بعدی. روزتون خوش. و تلفن کردم، من از بروکسل زنگ میزنم، اولین بار با شما تماس میگیرم. یک گله بسیار بسیار دردناک، شما این برنامه آقای مسعود اسداللهی رو مثل اینکه به آخر رساندید. لطفاً من بعد از این اگر بیننده هاتون رو آب گوارا دستشون میدید، در زمان اعتیاد به این آب گوارا آب رو ازشون نگیرید. به امید اینکه از این تصمیمتون تجدید نظر کنید و یکی بود یکی نبود آقای اسداللهی رو تو برنامه‌تون دوباره بگذارید. من مطمئنم خیلی از بینندگان شما از شما گله خواهند کرد. موفق باشید. ممنونم. ممنونم دوست عزیز. کی گفت برنامه آقای اسداللهی رو قطع کردیم؟ به نظرم مدل، من دستم نزدم چون اینجا سانسور وجود نداره،
مدلی که آقای اسداللهی در پایان یک سلسله از برنامه‌اش با شما صحبت کرد، این توهم رو ایجاد کرد و شایعاتی که اینجا و آنجا شنیدم، ما اصلا هم چی کار نکردیم. رسم هر تلویزیونی در دنیاست یه برنامه که 2 سال اجرا میشه یه توقف کوتاه بهش میدن. بابا قلم فرسایان پر بیننده ترین برنامه این تلویزیون بود، برنامه خود من. هر روز سعی میکنم یه تغییری بهش بدم. حتی روی فیسبوک برید، روی سایت ما برید، میدونید چند نفر برنامه منو میبینن یا برنامه های دیگر رو. باید تغییر بکنه. شما نمیتونید یک خط رو بگیرید 2 سال ادامه بدید. همینجور که شما مسعود رو دوست دارید که من خیلی شاید بیشتر، جوانها بودن که از من میخواستن، چون اصولایی رو دوست دارن، میخواستن یه تغییری در برنامه ببینن. من یه زمان کوتاه 2.5 ماه گذاشتم، گفتم مسعود اصولایی تو این مدت کوتاه یه نفسی تازه کنه، طرحهای تازه‌ای بریزه. از اپریل که برنامه شروع میشه، از بله مارچ و فوریه، مارچ اپریل استراحت برنامه است، در واقع از هفته آخر اپریل که برنامه برمیگرده، برنامه جدیدی خواهد، متفاوت. مسعود اصولایی همکار عزیز منه، هرگز هم ازش جدا نشدیم، در کنار ما هم هست. و همونطور که بهتون گفتم 3 ماه فاصله برای تجدید برنامه. همین کارو با گردآفریدم کرد. گردآفریدم خیلی انقدر با سعه صدر و دل گسترده و باز پذیرفت. گردآفرید یه دور شاهنامه رو خوند، 2 سال. الان گردآفرید بر میگرده، ببینید با چه شکوهی و با چه تغییراتی که شاهنامه این بار به دلتون بیشتر بچسبه. این به منزله قطع برنامه نیست، که به منزله فاصله گذاشتن برای اینکه برنامه متحول بشه. رسم همه جای دنیاست. هر تلویزیون رو ببینید، موفق ترین شومن، پر بیننده ترین شومن در یه جا یه توقف میده، استراحت میکنه، تغییر میده، با نویسنده جدید میاره یا با خودش یه تحولاتی رو ایجاد میکنه، بعد به شکل تازه‌ای باز میگرد. مسعود یار و رفیق قدیمی منه و دوستش دارم، خیلی هم برای کارش احترام قائلم. هموطن بعدیم. شما ما افراد خدمتون زنگ میزنم، یه پرسش از آقای نوریزاد داشتم که آقای نوریزاده که تمام ما در واقع بینندگان تلویزیون شما ایران فردا و که خیلی هم مورد علاقه همه ما هست آزارمون میده، پرسش به گذشته آقای سازگار است. من میخواستم اینم باید این واقعیت داره که ایشون بودن که پیشنهاد سپاه پاسداران به عنوان ارتش در واقع عقیدتی رو به خمینی دادن، یعنی گفتن به جای اینکه ارتش ملی باشین هم باید ارتشی باشه باید از اسلام دفاع بکنه، که در واقع میشه گفت یکی از پایه‌های محکم کردن این رژیم و تمام بلایی که تا حالا سر ما آمد بوده. اگر اینو توضیح بدم و اگر واقعیت باشه، باید بگم که یک مقداری در واقع باعث آزردگی خاطر خیلی از ایرانی‌هاست که در واقع این تضاد رو درک نمی‌کنن، ولی که آقای نوریزاده بسیار ملی هستن، ولی کسی که بنیانگذار سپاه پاسداران باشه، باید بهتون بگم که در مقابل ایران و ایرانی و در مقابل تاریخ باید پاسخگو باشه. با سپاس از شما. ممنونم دوست عزیز. آقای سازگارا 2-3 بار به این مسئله جواب داده و حالا من ازش هم خواهش میکنم خودش یک پاسخی بده، من در برنامه دی بگذارم. اما یه نکته رو بهتون بگم. اول انقلاب جوانایی که مثل آقای دکتر سازگارا بازگشته بودن به ایران و اینا، توی ایدئال‌ها و رویاها زندگی میکردن. خود آقای سازگارا میگه ما گارد ملی سوئیس رو میخواستیم برپا کنیم، نه اینکه بیاد یک چیز سرکوبگر بشه. اما همین سپاه پاسداران در جنگ با فداکاری‌هاش، با دلاوری‌هاش، با گذشتاش اجازه نداد بیگانه بر خاک ما مسلط بشه. اگر توشون یه عده گانگستر و دزد و مافیا اومده بیرون، یه عده آدم کش اومده بیرون، ولی کل سپاه رو که شما نمیتونی نفع بکنی. ناموس و خاک تو پاسداری کرده، مثل ارتش، مثل ارتش دلاور ما. بنابراین یک نگاه بزرگتر بکنی. بخشی از سپاه بله ابزار آدمکشی رژیم، ابزار فساد، اما 120,000 سپاه نفرات داره،
1000 نفرشون فاسدن، همه که نیستن. 3000 نفرشون ذوب شده در ولایتن، همه که نیستن. اما اون کسانی که مثل آقای سازگارا و دکتر یزدی و مرحوم چمران و اینا که میخواستن سپاه پاسداران درست کنن، تو رویاهای خودشون چیز دیگه فرض میکردن، ولی داستان چیز دیگری شد. ولی خواهم خواست از ایشون توضیح بدم. هموطن بعدی ما. دکتر نوری‌زاده عزیزم، سلام عرض میکنم. اول عرض کنم که من یک ایرانیم که شاید این چندمین باره که خدمتتون زنگ میزنم. امروز یک شنبه از زود هنگام با اشتیاق انتظار به شوق دیدار شما نشستم، ولی آنچه که دیدم همه را هفته پیشم دیده بودم. دکتر نمیدونم چرا زبانم لکنت پیدا میکنه. چقدر با شما سخن گفتن و در مقابل شما حرف زدن سخت است. این همه سواد، این همه دانش، این همه اطلاعات زبان آدم رو بند میاره. تنها چیزی که به یادم آمد بعد از انتظار زیاد سخن حافظ بزرگ بود. ما زیاران چشم یاری داشتیم. دکتر نوری‌زاده، بدانید، واقعا بدانید که برایتان آرزوی سلامتی و برقراری از پشت پنجره خانه پدریتان میکنم. این برنامه برای من خانه امید شده، نه تنها پنجره پدری شما که پنجره پدری من هم شده، و من انگار تمام پیامای شما را مثل نور میبلعم و به وجودم تابش پیدا میکنه. دکتر شما در گویش و دانش و اطلاعات و همه چیز بی نظیر هستید و واقعا افتخار این مملکتی. انشالله همیشه سلامت باشید. براتون بیش از این خواهش میکنم. ممنونم از اون. بیش از این منو خجالت دید، مستحق این همه لطف نیستم. اما اون یک شنبه‌ای که اگر برنامه تکراری دیدید، در سفر که اصلا بسیار سخته، باورتون نمیشه. با تغییر ساعت من سعی میکنم عقب نمونم، برنامه رو انجام بدم. اگر این هفته دیدی پنجره رو به خانه پدری، سه نوبت، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، اون برنامه مخصوص شجره طیبه دو نوبت تکرار شد، جمعه به برنامه جدید بود، آخرین قسمت. این به خاطر تقاضای شما بود، واقعا مردم خواستن. حالا در ایران بعضی ها دسترسی به اینترنت رو ندارن، هر کدوم به نوعی به من گفتن تو رو خدا اینو دوباره پخش کن، و به همین دلیل ما پخش کردیم. الانم گفتم در سایت یه جای ویژه‌ای براش درست بکنن که همونجا باشه. سپاسگزارم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگر همینجا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Yeah.